لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله في موضع الآخر، قال له موسى هل أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران مؤمن، خواهران مؤمنه، بعد از سلام و تحیت و درود به محضر خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرزندان بزرگوار و پاک و طاهر اون حضرت و یاران با وفایش و سلام و درود خدا محضر شما خوبان و عزیزان مستحضر در سنگر محراب و عبادت و بندگی، ابتداعا خودم را و سپس شما صالحان و خوبان را توصیه به تقوای الهی می نمایم. تقوا وسیله است که انسانها را سریع و سیر می سازد. به واسطه بال تقواست که انسان صلاحیت پیدا می کند از این زمین گردالود و از این فکرهای منجمد نجات پیدا کند و اتصال به عالم ملکوت نماید. چند هفته است بحث ما پیرامون همسفر شدن با صادقین است. فلسفهش این است که خدای عزوجل در قرآن کریمش فرمان صادر میکنه، ای اهل ایمان، ای کسانی که باور به عالم قبر و قیامت و ایمان به عالم غیب دارید، تقوا پیشه کنین. بعد از اون که لباس تقوا رو در بدن کردین، کونو مع الصادقین. عزیزان، فضلا، اساتید حضور دارن، اینجا دستور است، میفرماید حتما با خوبان و صادقین همسفر شوید. و عرض شد در هفته های گذشته وسیله همسفر شدن با انبیا، با صادقین، با صالحین چیست؟ ما چگونه میتوانیم با صالحین همسفر شویم؟ ابزارش چیه؟ وسیلهش چیه؟ عرض شد یکی از ابزار و وسیله همسفر شدن با صالحین و صادقین مجاهدت است. درباره مجاهدت مطالب مورد نیاز عرض شد. صفت دیگر، ابزار دیگری که انسان را میتواند با صالحین همسفر کند، عرض شد طهارت و پاکی و تقواست. طهارت فکری، طهارت غذا، طهارت لباس، طهارت اندیشه، اینا عرض شد و مطالبی بود که محضر شما خوبان تقدیم گردید. یکی از صفات انسان‌های هم حزب انبیا و هم حزب صلحا،
هم حزب صادقین، هم حزب اولیاء الله ایثار و فداکاری بود که در هفته گذشته محضر شما خوبان جملات در این پیرامون نقل شد. امروز میخواییم نتیجه گیری کنیم به یاری خدا. اگر باز هم عمر باقی بود، فرصت پیش آمد، جای بحث دارد. سوره مبارکه نساء، قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف هم شبیه این مضمون آمده است و در جای قرآن این مطلب آمده است که اگر انسان از اولیاء الله پیروی کنه، همسفر با صادقین شود، نتیجه اش چیه؟ جهاد کرد. آیا هر جهاد انسان را سعادتمند میکنه؟ نه، جهاد فی سبیل الله باشه که مطالبش بیان شد. هر ایثار انسان را به خدا نزدیک میکنه؟ نه، ایثار باشد که ویطعمون الطعام علی حبه، طعام ایثارگری فقط برای حب خدا باشه. اگر اهداف غیر اون باشه اثرگذار نخواهد بود، نتیجه نخواهد داد. اگر این اعمال را، این صفات زیبا را به خودمون به وجود آوردیم، نتیجهش چی می شود؟ نتیجهش را قرآن کریم از زبان موسی بیان میکنه. به حضرت موسی دستور داده شد از منطقت کوچ کن، مسافرت برای خودت انتخاب کن، برو در یک محل آدرس داده شد، گفت اونجا برو، یکی از بندگان ما باید به تو تعلیم بدهد. دقت کن اینا، ما اگر چهار کلمه یاد گرفتیم حجت الاسلام شدیم، دیگه دنبال درس نمیریم. دو کلمه درس یاد گرفتیم فارغ التحصیل میشویم، گمان میکنیم همه علوم زمین و آسمان رو درک میکنیم. ولی قرآن کریم به موسی بن عمران، کلیم الله، صاحب شریعت، صاحب کتاب، میفرماید اگر میخواهی به مقام رشد برسی، برو سراغ بنده از بندگان من، به تو تعلیم بدهد، علمت را افزایش بدی، آگاهیت را بالا ببر. با علم و آگاهی توأم با دین جامعه رشد میکنه، به کمال میرسه. قال له موسی هل اتبعك، آیا من تو را پیروی کنم، دنبال تو بیایم؟ تعلیم میکنی مرا از اون چیزهایی که تو یاد گرفتی و رشید شدی؟ نتیجه گیری این شد که اگر ما مجاهدت و صبر و ایثار و فداکاری را مشق کردیم، مشق کردیم، ما را به رشد میرسان. از این آیه استفاده میشه. موسی مجاهدت ها کرده، صبر و استقامت و پایداری کرده، فداکاری و ایثار کرده، الانم به بنده خدایی که قرآن نام نمیبره با او میفرماید اگر من تو را پیروی کنم، با تو هم حزب شوم، دنبال تو حرکت کنم، ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا از اون چیزهایی که تو یاد گرفتی به منم یاد میدهی تا من رشید شوم؟ یعنی آقا بعد از مجاهدت، بعد از صبر، بعد از تقوا، بعد از تلاش، بعد از ایثار و فداکاری، تازه به مقام رشد باید انسان برسه. یک مسئله فقهی هم عرض کنم، گریه زده شود به مطلب امروز بنده. یک مسئله فقهی داریم، اولاد بنی آدم اگر پدر را از دست بدهد، اموال و دارایی برایش باقی بمانه، تا زمان رشید نشده است، نیاز به یک سرپرست داره، نیاز به یک انسان داره که او را رهبری کنه، چون او توان اداره دارایی، مال، ثروت و خانوادهش رو نداره. قیم باید برایش تعیین شده. ملت ها تا زمان رشید نشده، جامعه تا زمان رشید نشده، دیگران برای او قیمومیت میکنن،
دیگران اونا را رهبری میکنن، اقتصادش رو دیگران برنامه ریزی میکنه، سیاست خارجیش رو دیگران برنامه ریزی میکنه، فرهنگ و علم و دانشش را دیگران برنامه ریزی میکنه، وقت مملکتی، مردمی، جامعه، جمعی رشید شدن، دنبال انبیا را افتادن، با از پیامبران حرف شنوی کردن، رشید میشون، او زمان خودشان تصمیم میگیره چگونه زندگی کنه، چگونه لباس بپوشه، با چه کسی دشمنی کنه، با چه کسی دوستی کنه، داراییش را در کجا خرج کنه، از کجا به دست بیاوره. اینجا هم قرآن کریم میفرمایه موسی بن عمران فرمود اگر من دنبال تو بیایم تعلیم میکنی به من اون چیزی را که مرا به رشد برسانه، رشد را معنا کنیم، رشد یعنی تمیز بین حق و باطل. انسانی که رشید شد میفهمه حق چیه باطل چیه، یا به عبارت دیگر رشد از زیر چتر ظلمت گناه، تاریکی و طاغوت بیرون آمدن، در پرتو نور قرار گرفتن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. رشید یعنی اینه که انسان به واسطه رهبری رهبران الهی از زیر چتر ظلمت های تعصبات کور نادانی ها نجات پیدا کند، به سمت توحید و به سمت دیانت قدم بردارد. موسی بن عمران می فرماید ای ولی خدا، ای رهبر جامعه، آیا اگر من دنبال تو بیایم، هل اتبعو که اگر تو را پیروی کنم، برای این که اون چرا تو یاد گرفتی به من یاد بدهی تا من رشید شوم، آیا اجازه دارم؟ دقت کنینا، معلم موسی بن عمران، معلم کلیم الله، معلم صاحب شریعت و کتاب می فرماید قال اینک لن تستطیع معی صبرا. موسی تو هنوز رشید نشدی، تو هنوز صبر و بردباری پیدا نکردی، تو باید مدتها شاگردی کنی تا صبر و استقامت رو به دست بیاری. کوچکترین حادثه تو را ناامید نکنه، کوچکترین حادثه تو را از کره انسانیت بدر نکنه، مغرور نشوی. کوچکترین حادثه تو را مبتلای به غرور و تکبر نکنه. موسی قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو توانی همسفری با من رو نداری، چون من میدوم از سابقون السابقون اولئک المقربون، سارعوا الی مغفرة من ربکم. اگر استاد بدوه، امام بدوه، مأموم سکوت کنه، بیسته، بخوابه، مسلم است نمیرسد به مقصودش. صلوات مرحمت بکنین. پس باید دقت کنیم اگر بخواهیم اون گونه ای که از این آیه به دست می آید هم سفری با صادقین و صالحین شویم، باید رشید شویم. و راه رشید شدنم اینه که اول تعلیم ببینیم مطالب دینی را و دنبال رهبران دینی حرکت کنیم، خودمان اظهار نظر نکنیم، خودمان را صاحب فتوا ندانیم، خودمان را صاحب فکر و اندیشه ندانیم، هرچی از ناحیه خدا باشد بپذیریم. چون کسانی که از جانب خدا آمده ان، معلمینی را که خدا تعیین کرده ان، علمش از ناحیه خداست. و علم آدم الاسماء کلها، خدا تعلیم داده آدم ابل بشر را تا او به دیگرانم تعلیم بدهد. صلوات مرحمت بکنین. آیه دیگرم محضر شما تقدیم کنم، انا سمعنا قرآنا عجبا
یهدی الی الرشد فآمنا به. سوره مبارکه جن ظاهرن باید باشه. از زبان طائفه اجنه قرآن حکایت میکنه، میگه عده از این آمدن گفتن ما کلمات قرآن رو شنیدیم قرآنن عجبا، قرآن که از هر جهت در صدر قله عظمت و شکوه قرار داره، از نظر نظم، از نظر انضباط، از نظر بیان احکام، از هر جهت در نظر بگیریم در قله بلند رفیع کمالات دنبال روانش رو میرسانه. اگر بخواهیم رشید شویم باید به احکام قرآن، به احکام دین عمل کنیم و حرف انبیا رو بپذیریم. چون اینا میفرماید انا سمعنا قرآنا عجبا، ما شنیدیم آیات قرآن که بسیار زیبا و عجیب است. یهدی الی الرشد، نتیجه شنیدن چیه؟ نتیجه این قرآن عجیب چیه؟ میگه یهدی الی الرشد، ما را به سمت رشد هدایت میکنه. فآمنا به، پس ما هم به این قرآن ایمان آوردیم. یا در با سوره مبارکه کهف، جریان اصحاب کهف را وقت قرآن مطرح میکنه، میفرمایه فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. زمانی که جوانان غیور اون زمان پشت پا به هر نوع تجمل پرستی، قوم پرستی، نژاد پرستی و دنیا زدگی پشت پا زدن، دینشان را و باورشان را و اعتقادشان را بر همه چیز مقدم دانستن، آمدن از ریاست دست کشیدن، از حکومت دست کشیدن، از دارایی‌های دنیا دست کشیدن، حکم خدا را جاری کنن، بر علیه ظلم و طغیان فریادشان را بلند کنن. در چنین شرایطی یک دعا هم کردن، فقالوا ربنا آتنا، پروردگار ما به ما یک چیزی مرحمت کن، ما از مال، از دارایی، از حکومت، از ریاست، از قدرت، از چوکی و مکنت گذشتیم، اما یک چیز از تو درخواست داریم. آتنا من لدن که رحمه، از جانب خودت رحمه و رحمت خودت برای ما یک چیز مرحمت کن. و هیئ لنا من امرنا رشدا، خدایا برای ما یک چیز را آماده کن که ما حق را از باطل تشخیص بدهیم، به مقام رشد برسیم. ما تلاش کردیم، ایاک نعبدو، و نیاز داریم تو هم دست ما را بگیری، و ایاک نستعین. خدایا و هیئ لنا من امرنا رشدا، ما حرکت کردیم به سمت تو، ولی اگر دست ما را نگیری اون مقدار دام و دانه های زبر دست شیطان پهن کرده در مسیر راه ما که تشخیص حق و باطل را برای ما دشوار میکنه. خدایا و هیئ لنا و هیئ لنا من امرنا رشدا، تو برای ما آماده کن از امر ما مسئله رشد و تکامل را، تا بین حق و باطل تفکیک بتوانیم و فرق قائل بتوانیم. باطل با جولانش ما را زمینگیر نکنه، باطل با زودگذر بودنش ما را زمینگیر نکنه. این فرمایش قرآن است که از زبان جوانانی اصحاب کهف که قرآن اونها را جوان مردان معرفی میکنه بیان میکنه. بدبختی بشر از دو چیز سرمنشأ میگیره عزیزان من. چرا ما به رشد نمیرسیم؟ چه چیز جلو رشد ما را میگیره؟ چه چیز سبب میشه ما دنبال اولیاء و انبیاء الله حرکت نکنیم؟ دو چیز: یک، طمع به دیگران. دو، ترس از دیگران. یعنی ما اگر کشور ما هیچ وقت روی پای خود نایستاده در طول تاریخ، متاسفانه علتش اینه ما همیشه توقع داریم قدرت های خارجی ما را حمایت کنه،
هیچ وقت به فرزندان غیور این کشور تکیه نشده، هیچ وقت استعداد شگوفای فرزندان این مرز و بوم در انظار سران این مملکت ارزش نداشته. او زمان دیگران برنامه ریزی می کند، مغزهای متفکر ما را از ما می دزدند و به غارت می برند. برادران، خوبان، صالحان، اگر بخواهیم ما در این کشور به رشد برسیم، دیگران سرنوشت ما را تعیین نکند، طمع به دیگران نداشته باشیم. یک سبب کندی ما، سبب این که ما نمیتوانیم پرواز کنیم، سبب این که نمیتوانیم رشید شویم، یا به عبارت دیگر نمیتوانیم به قافله صالحان برسیم، همیشه زمینگیر شده ایم، علتش این طمع به دیگران داریم. هر مردمی، هر مملکتی، هر خانواده که طمع به غیر خدا داشته باشد، خدا اونها را زمینگیر و ذلیل و زبون می کند. دومین عامل که سبب ذلت ملت‌ها، کشورها، مردم می‌شوند، ترس از دیگرانه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. علتش چیه ما از دیگران می‌ترسیم؟ دیگران ما را می‌ترساند. ما توپ داریم، تان داریم، نیرو داریم، امکانات داریم، جمعیت ما زیاده، قدرت ما زیاده، ثروت ما زیاده، در حالی که اگر به قرآن مراجعه کنیم یکی یکی اینا رو جواب میده. قرآن میگه چه بسا طائفه کمی که بر کش افراد کثیر غلبه پیدا کردن، کم من فئه قلیله. ملت هایی که ثروتشون کمه ولی حقیقتا شکر گذارن، ملت هایی که افرادشون کمن ولی اینها با خدا تکیه دارن، چون متصل به قدرت مطلق است، چون متصل به علم مطلق است، چون متصل به ثروت مطلق و غنی مطلق است، هیچ کدام اینها سبب نمی شود ما در مقابل کفر و شرک و نفاق و بدبختی ها سر تعظیم فرود بیاوریم. صلوات و مرحمت بکنین. باز هم قرآن کریم می فرماید فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ملت ها، مردم، جامعه، اونایی که از فقر میترسین، اونایی که از ناامنی میترسین، اونایی که از نبود امکانات میترسین، فلیستجیبوا لی، مرا استجابت کنین، من قادر مطلق را، من غنی مطلق را، من رحیم را، من رحمان را، من قادر را، فلیستجیبوا لی، استجابت کنین حرف مره، دنبال انبیا بروین، دنبال صادقین بروین، و کونو مع الصادقین، ولیؤمنوا بی، و من باور پیدا کنین. من توانستم موسی را در خانه فرعون تربیت کنم، برش به کمال برسانم. من توانستم رسولم را در غار ثور در مقابل دید دشمن حفظ کنم. من توانستم تعداد اندک مجاهدین بدر را بر جمع غفیر مشرکین قریش به کمال برسانم و فیروز کنم. ولی یؤمنوا بی، به من باور پیدا کنین. لعلهم یرشدون، اگر این کارا را کردین شاید پرهیزگار شوین و حق و باطل رو تشخیص بدهین. لعلهم یرشدون، شاید بتوانین دوست و دشمن رو تشخیص بدهین، شاید از تاریکی جهل و نادانی بیرون بیایین. برادران، کسانی که در تاریکی شمشیر به دستش باشد دوست و دشمن رو نمیشناسه، متروانی کنه، متروانی که چراغ نداشته باشه ممکن عزیزترین افراد خانوادهش را زیر تیر کنه.
تا زمان جامعه به ایمان و به باور نرسن، تا زمان که جامعه تحت ولایت ولی خدا نروند، تا زمان که جامعه تحت نور قرآن قرار نگیرند، این جامعه نمیتوانن رشید شوند. قرآن میفرماید به من ایمان بیاورین، مرا استجابت کنین، لعلهم یرشدون، شاید به کمال برسین. یعنی تشخیص بین حق و باطل بتوانین. تشخیص بین حق و باطل از این جهت سخته چون اون باطل نمی آید با لباس باطل وارد میدان شده، با چهره حق طلبانه می آید. نمونه اش عرض کنم، آمریکایی ها وقت وارد کشور ما افغانستان شدن، شعارشون این بود، ضعف ما را خوب تشخیص داده بود، آمده بود ما امنیت میاریم، ما رفاه میاریم، ما اقتصاد شما را شگوفا میکنیم. ولی وقت دیدیم نتیجهش چه شد، نتیجهش چقدر زیان آور بود. ما چند هزار شهید، چند هزار معلول، چند هزار خانواده را بی سرپرست الان میبینیم، به واسطه که این ما به غیر خدا تکیه کردیم. برادران، خوبان، سروران، مؤمنین، نمازگزاران، اگر نماز ما را به حق نرساند، بین حق و باطل تشخیص داده نتوانیم، رشید نشویم، تمیز بین حق و باطل را نتوانیم، بدانین این نماز جماعت نماز نیست، این نیازه، این عبادت نیست، بلکه عادته. عبادت انسان را به معبود برسانه، اون معبود که می فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، و یا اونانی که برابرن علم دارن با اونانی که جاهلن برابرن؟ نه، هرگز برابر نیست. عذرخواهی می کنم، متاسفانه می خواستم 3-4 نکته بسیار کاربردی را عرض کنم، ولی وقت به طرف ساعت نگاه می کنم می بینم دیگه فرصت نیست بیش از این مزاحمت کنم. انشاءالله مقدمه باشه برای هفته آینده عرض میکنم. برادران، شیاطین دو تا تخصص داره، به واسطه همین تخصصش هست که توانسته دنیا را تسخیر کنه و شاگردان مکتب اولیا را جزء شاگردان خودش قرار بده. یک تخصص شیاطین در ظاهر سازیه، خیلی ظاهرشان را زیبا جلوه میده، خیلی قشنگ با شعار حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق جنگلات، علم، فرهنگ، دانش، اون چی الفاظ خوب و قشنگ و زیبا باشه به کار میبره. یک زمان به عنوان وطن، وطنداری، هم زبان، هم سمت بودن، با هر وسیله که بتواند ظاهر سازی کنه، حق را بپوشانه. دوم، فوق تخصص داره شیاطین در سوء استفاده از واسطه های ارزشی. شما ببینین امروز یکی از ارزش ها در جامعه اسلامی و علوی امام زمان علیه السلام. برین دنیا را مطالعه کنین، سرچ کنین، ما بیش از 170 نفر مهدی تقلبی در زمان خود ما داریم. اینا انبیای تقلبی درست کردن برای مردم، خدای تقلبی درست کردن برای مردم، امام تقلبی درست کردن برای مردم. الان مجتهد تقلبی هم راحت میتواند درست کند برای مردم. فوق تخصص داره، فوق دکترا داره در ظاهر سازی و استفاده از ابزار ارزشی. اینا مقدمه باشه انشاءالله برای هفته آینده. اگر زنده بودیم و خدا توفیق مرحمت کرد، در این رابطه مطالب را عرض خواهیم کرد که شیطان میتواند از این طریق ما را از اولیای الهی جدا کند، ما را از صادقین و صالحین جدا کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما على ابن عمه ووصیه سید الوصیین وإمام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى الصدیقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. برادران، خواهران، اساتید، علما، جوانان، فرهنگیان، ابتداء خودم را و سپس شما خوبان را توصیه به تقوای الهی می کنم. امیدوارم بتوانیم در پرتو خودنگهداری و محافظت دین و مکتبمان از دام و دانه های شیطان نجات پیدا کنیم و به کمال انسانی ره پیدا کنیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. یا در جای دیگر شاعر می فرماید: نه همین لباس زیباست مقام آدمیت، فقط صورت انسانیت. لباس زیبا، حرف قشنگ گفتن، اینا نمیتواند انسان را به کمال مطلوب برسانه. اون چه که مهم اینه به وظیفه عمل کردنه. مولای روسفیدان عالم علی ابن ابی طالب در یک جمله نورانی میفرماید: رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه اون انسان را که بداند اصل خلقتش از کجاست. و نفخت فیه من روحی، انسان بداند یک موجود بی ارزش مثل موجودات دیگر نیست، بلکه روح خدا در وجودش به ودیعه و امانت گذاشته شده. این روح الهی را در وجودش تقویت کند و زمینه رشدش رو فراهم کنه. خدا رحمت کند این انسان را که بداند از کجا آمده و فی عین، و بداند این انسان در کجا زندگی میکنه، در چه عصر زندگی میکنه، مسئولیتش در قبال جامعه، ملت، مردم، خانواده، قوم، اقارب و عشیرهش چیست. بداند در قبال دین و مکتب و باور و اعتقادش چه مسئولیت داره، و بداند به کجا میرود و الی عین. بداند در محضر خدا جوابگو هست. بداند خدای عز و جل از او سوال می کند: این ربک لبالمرصاد. خدا در کمینگاه هست. کوچکترین حرکتت چه خیر باشد چه شر باید پاسخگو باشی. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. پس باید مواظبت کنیم لباس تقوا و عزت را در بدنمان و جامعهمان بپوشانیم. جایش نیست بحث کنیم تقوای سیاسی داریم، تقوای فرهنگی داریم، تقوای اجتماعی داریم، تقوای فردی داریم. اینا جایش بحث، جای بحث نیست، که بعضا بحث شده. پس سفارش همه انبیا، همه اولیاء الله و صالحین و صادقین این بوده که جامعه باید به سمت تقوا در حرکت باشد. دو سه تا نکته
در نظر گرفتم محضر شما خوبان و صالحان تقدیم کنم. نکته اول، متاسفانه در کشور ما افراط و تفریط همیشه بلکه در دنیا وجود داشته، ولی قرآن ما را امت وسط معرفی کرده. کنتم خیر امتین، شما بهترین امت هستین. در جای دیگر می فرماید شما امت وسط هستین، لا افراط ولا تفریط، خیر الامور اوسطها. نه دنبال افراط بروین نه دنبال تفریط. یکی از چیزهایی که باید روی اون دقت شود خبر رسانی هاست. متاسفانه در کشور ما گاهی از اون طرف افراط به زمین افتادن، گاهی از این طرف، البته در دنیا هم مصداقش کم نیست. خبرگزاری ها وظیفه‌اش در حقیقت رسالت است. خبرگزار، خبرنگار مسئول است پیام را به مردم برساند، و دولت مردان هم وظیفه دارد زمینه کار و فعالیت و تلاش را برای خبرنگاران آماده کنند، چون اینا هستند که پیام را به دنیا، به مردم و به جامعه ابلاغ می کنند. اما یک نکته لازم است، دولت مردان مسئولیت دارند زمینه را به گونه فراهم کنند که خبرنگاران در دام شیاطین نیفتند. وظیفه و مسئولیت دینیشان را، مسئولیت ملیشان را به طور دقیق انجام بدهند. شیاطین یکی از کارهایش اینه، آدرس را غلط میدهد به مردم. رسانه ها هم امروز در دنیا، یا رسانه مؤمنه که باید دولت مردان ممالک اسلامی زمینه را فراهم کنه، اینا اطلاع رسانی کنه، پیام حق را به مردم برسانه، لازم نیست یه لبش را بگیره، چون خبرنگار مؤمن دروغ نمیگه، شایعه پراکنی نمی کنه، پیام مبتذل پخش نمی کنه، ناآرامی را در کشور دامن نمی زنه، چون مؤمنه. ولی اگر ما زمینه را فراهم نکردیم، به دامن دیگران افتاد، دیگران اینا را مدیریت کرد، دیگران رهبری کرد، او زمان مسلم است به دام شیطان افتاد، اسیر شیطان شد، پیام شیطانی را در دنیا ابلاغ میکنه. خبرنگاران اگر حقیقتاً به وظیفهش عمل بکنن، وقت اسرائیل غدار، یهود غاصب، سرزمین ملت مظلوم و بی پناه فلسطین را غصب میکنه، هیچ رسانه صدایش بلند نمیشه، فریاد نمیزنه، ادعا نمیکنه. اما وقتی یک مظلوم فلسطینی از حقش دفاع میکنه، صداهای رسانه‌های غول‌پیکر و مزدور دنیای زور و زر فریادش بلند میشه، میگه تروریست این کار رو انجام داده. پس بیاییم ما به عنوان، این پیام من به مسئولان و افراد مسئول جامعه است که اگه جلوی خبرنگاران رو بگیریم درد جامعه دوا نمیشود، چون مؤمن، خبرنگار مخلص، متعهد، مسئولیت شناس باید در جامعه باشد و باید پیام حق رو در جامعه اطلاع رسانی کنه. و اگر نقص در امورات کشوری باشه، اینا وظیفه دارند گوش زد بکنه و پیام رسانی کنه. ولی اینا دروغ نمیگه، از اینا چرا بترسیم؟ اینا شایع افغانی نمی کنه، اینا مشکلات جامعه را دوچندان نشان نمیده، از اینا نباید بترسیم. اما از خبرنگارانی سارق و رسانه های غول پیکر اسیری هوا و هوس آمریکا و یهود و نصارا باید به دقت محاسبه شود و جلوگیری شود. نکته دوم، نصیحت میکنیم به عنوان یک طلبه، چون وظیفه من طلبه به تعبیر قرآن اینه
تذکر بدهم، فذکر ان نفعت الذکرا، باید یادآوری کنم، نصیحت میکنم هم به مردم، هم به مسئولین دولتی، به مسئولین امارت اسلامی، هر دو طرف مواظب باشن که خدای نخواسته سعی صدرشان را از دست ندهد. صبور باید باشن، به خصوص حاکمان مملکت اگر بخواهن حکومت عادلانه داشته باشن، باید سعی صدر داشته باشد، باید مخالفین سیاسیش رو تحمل کنه. شما برین زندگانی علی ابن ابی طالب سرمنشأ خوبی ها را مطالعه کنین. در زیر چتر حکومت حضرت حتی در نماز جماعت حضرت به حضرت دشنام می دادن، ولی امیر مؤمنان با سعی صدر جلوی اونها نمی استاد، با سعی صدر تحمل می کرد. دولت اسلامی باید سعی صدر داشته باشد، چون قرآن کریم از زبان موسی بن عمران می فرماید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدایا وقت من مأموریت دارم با مخالف دین خدا حرف بزنم، با مخالف سیاسی حرف بزنم، باید سعی صدر داشته باشم، حرف طرف مقابل را گوش بدهم، تحمل بکنم. پس نصیحتم به عنوان یک طلبه هم به مردم هم به سران مملکت اینه، سعی صدر داشته باشن تا از این جهت تحمل داشته باشن، شکیبایی داشته باشن، تا گرفتار ظلم و تعدی و تجاوزگری و تعصب و خدای نخواسته قوم پرستی و نژاد پرستی نشود. چون روایت صریح پیامبر مکرم اسلام است، هر که نژاد پرستی را در جامعه ترویج بکنه، همون اعمال قوم جاهلی را پیروی کرده است. شما ببینین قوم عرب تنها برتریشان در نزد خودشان، ملاک خوبیشان در نزد خودشان نجات پرستی بوده، غیر عرب را انسان حساب نمی کردن، غیر قوم خودش را هر قدر انسانهای صالح با سواد و با کمال بودن نمی پذیرفتن، فقط دنبال این بودن قوم خودش مطرح شده. اسلام آمد خط بطلان کشید روی این مسئله، فرمود بهشت مال مطیع است ولو سیای حبشی باشه، و بهشت حرام است بر انسانی که اطاعت خدا را نکند ولو عرب قریشی باشه. یا در جای دیگر فرمود سلمان و منا اهل البیت، سلمان چون کمال داره، چون باور داره، چون اعتقاد داره، چون تخصص داره، می فرماید از ما اهل بیت است. اما ابو جهل، ابو لهب عموی پیغمبر است. ما مسلمانیم، ما قرآن را قبول داریم، کشور ما کشور اسلامی است، تعصب در اسلام حرام است، چون قرآن می فرماید تبت یدا ابی لهب، با اینی که عموی پیغمبره، با این که از نژاد طایفه بنی هاشمه، با این که رگ هاشمی داره، ولی چون در مسیر خدا نیست، چون تخصص دینی ندارد، چون تقوا ندارد، چون ایمان ندارد، ولو عموی پیغمبر باشه قرآن او را طرد میکنه. پس نصیحت من به عنوان یک طلبه به مسئولین دولتی اینه، اگر میخواین یک دولت همه شمول داشته باشین، به حمد الله دیدم، به حمد الله نمایندگان امارت اسلامی هم در نماز تشریف آوردن، این خودش یک برتریه، خودش زیباییه. باید مملکت اسلامی سرانشان در نماز جمعه و جماعت در صف اول باشه. من انتقادم در حکومت‌های گذشته بارها این بوده، چرا سران مملکت ما در صفوف نماز جماعت کمرنگه؟ زیبایی داره برادران ما حضور آوردن، تشریف آوردن. نصیحتم به عنوان یک برادر، به عنوان یک دلسوزینه، اگر بخواهین در این مملکت درد این مردم آلام پیدا کنه، مشکلات این مردم حل شوه، دیگه خانه ها و ایران نشوه،
صدای مادران داغ دیده و جوان مرده در این کشور دیگه بلند نشوه، دیگه کشورهای ظالم دنیا قدرت نکنه، طمع به کشور ما نکنه. راه حلش اینه، بیاین از نخبگان و پاک دستان هر قوم، هر قبیله و هر مردم در این حکومت شریک کنین تا همه مردم خودشان را جز این حکومت بدانه. و الا اگر یک طائفه یک مردمی خدای نخواسته تشخیص بدهد در قانون اساسی این کشور مذهبشان مورد احترام قرار نگرفته، او زمان این قانون اساسی برای این مردم به اندازه یک کاغذ پاره ارزش نداره. چرا؟ چون در این حکومت و در این قانون اساسی خودشان رو نمیبینه، خودشان رو ملاحظه نمیکنه. باورم اینه، اگر امارت اسلامی نصیحت نصیحتگران رو گوش بدهن، حکومت تک قومی و تک مذهبی تشکیل ندهن، میتوانن پایه‌های اسلام رو در این کشور مستحکم کنه و از طرف دیگر دنیا بداند اسلام توانایی اداره یک مملکت را داره. در هفته گذشته هم عرض کردم، اگر خدای نخواسته در افغانستان ظلم دوباره طغیان پیدا کنه، قوم پرستی دوباره طغیان پیدا کنه، فقر و بیکاری دوباره طغیان پیدا کنه، سران کفر و الحاد فریاد میزنه، میگه ما مگر نگفتیم اسلام توان اداره مملکت رو نداره؟ باید اسلام، مسلمین، علمای دینی در محراب بنشینن، نماز بخوانن، دعا کنن، حکومت را واگذار کنن به بی دینان، به بی باورها، به بی اعتقادها. من باورم اینه، اگر سران امارت اسلامی بخواهد این نقشه دشمنان را نقشه بر آب بکنه، راهش اینه، همه مردم افغانستان خودشان را در سیاستها، در کارگشاییها، در سختیها و آسانیها و آسایشها در کنار همدیگر ببینن، چون برادران افغانستان، مسلمان افغانستان برادر یکدیگرن. امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه، کل جسد الواحد، مثل یک پیکرن. اگر زمانی دردی، علمی در یک گوشه بدن پیدا شود، بقیه بدنم حس ناامنی میکنه، حس درد میکنه. اگر جامعه افغانستان، برادران افغانستان، کسانی که خون شهدایشان با هم مخلوط شده، کسانی که در همه امورات با هم شریک بوده، در سختی ها، در جهاد و مبارزه بر علیه کفر و الحاد، باید بدانن این مملکت زمان روی آرامش رو میبینه که همه خود را در آینه قانون اساسی، در آینه حکومت ببینن. دیگه مزاحمت نکنن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بدماء شهدائنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. خدايا دسته های گدائی ما روز جمعه به دروازه کرمت بلند است، به حق زینب کبرا برادر شهید شب عبدالله، به عظمت همه شهدا، صلحا، خوبان، پاکان دربارت، خدایا دسته ها از دروازه کرمت خالی برمگردان. اله العالمین، صلح و امنیت و برادری و برابری در کشور ما حاکم بفرما، ظلم و استبداد از همه ممالک اسلامی، از همه پیروان دین اسلام برطرف بفرما، ظالمین را به خودشان مشغول فرما، دولت مردان ما را نسبت به مردم ما مهربان بگردان، ما را نسبت به مسئولیت های ما آشنا بفرما. اله العالمین، به لطف و کرمت نسل ما را، ذریه ما را خدمتگزار دین و قرآن و اهل بیت بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات مرحمت الله.